آنچه که ما در تاریخ بشری یافت می‌کنیم بر این هستش که سلاطینی هستند، ظل الله هستند، سایه خدا بر روی زمین هستند، دین ابزاری رو داریم و اون بر این هستش که افراد روحانیون تا چند اندازه میتونن سلسله مراتب رو که خاندان‌ها سلسله‌های سلاطین میخوان به پیش ببرن و در کنار اونها رو باشن، حافظ منافع اونها باشن، برای پیشبرد اهداف مشترکشون باشن. یعنی یکی از یک طرف ما نخبگان رو داریم، افرادی که اولیگارخی هستن، تکنوکرات هستن، در کنار اونها سلاطین رو داریم و توده مردم که باید بی سواد باشن و حالا چه در دورانی که کشاورزی میکردن که فئودال ها بودن که سرزمین رو در دست داشتن، چون که بعد انقلاب صنعتی آمد و مدیای نوین و قرن 21 که ما فکر میکنیم فقط فردگرایی آنچه که به ما گفته شده به ما یاد داده شده رو در این بحران میبینیم تا چند تا جلیقه زردها دارن عمل میکنن بر ضد اون گلوبالیست ها و اعلامیه حقوق بشری که در سال 1945-48 در سازمان ملل به رشته تحریر در آمد علامت های سوالی رو برانگیخته، مخصوصا در 30 اخیر با روی کار آمدن نئو لیبرال ها و گلوبالیست ها، آنچه که اختلاف طبقاتی بیشتری رو داره عنوان میکنه که داراتر شده و میبینیم که اون میدل کلاسی که میبایست بتونه اونطور که باید شده زندگی خودش رو بسازه و بنده خود و فرزندان خودش رو بسازه زیر سوال رفته. اگر ما برگردیم به دنیای باستان، روحانیان در از حافظ سلسله مراتبی بودن. بعد از 8 ما میبینیم کلیسای نوتردام چگونه در آتش میسوزد و افرادی که حاکمین هستند حتی نمیتونن نام افراد اخلالگر رو ببرن، بلکه دنیای مالتی کالچریز و کسرتگرایی بر این هستش که آتش رو خاموش بکنن و از یک طرف برادری، برابری و آزادی در اختیار همه قرار بدن. توده مردمی که امروزه بی سواد نیستن میتونن آزاداندیش باشن، از روی خوشگندشی و تعصب عمل نکنند، ولی گروه های مختلفی رو ما در اروپا یافت میکنیم به خاطر آمار رشد تولد منفی که نه، ولی 1.2-3-4 که در اروپا هست، تداومی که از نظر فرهنگی و از نظر رشد طبیعی اروپا میبایست داشته باشه رو دیگه نداره. از این رو باید درهای خود رو باز بکنه به مهاجرینی که از روی تعصب، از روی آنچه که داشتن، از روی امت مداری عمل میکنند و به گونه‌ای که از روی خوشکندشی و تعصب در کنار یکدیگر حتی حومه هایی رو برای خودشون ایجاد کردن که در فرانسه، انگلیس بر شرعیات خودشون عمل میکنه و حتی کسی جرأت نداره وارد این حومه ها بشه. یعنی از یک طرف ما الیت رو داریم، از یک طرف نخبگان رو داریم، از طرف دیگر اعلامیه حقوق بشر 48 رو داریم، 1789 انقلاب فرانسه رو که به هر حال بشارت آزادی و برادری آزادی رو برای مردمان آورد، ولی در واقعیت چیز دیگه ای رو می‌نگریم، اختلاف طبقاتی. نه فقط که در اون دوران پادشاهان بودن، روحانیان در کنار اونها و توده مردم بی سواد، و امروزه صحبت بر اینه که آنچه که
به عنوان وام میگیرن برای تحصیلات خودشون، آمریکایی‌ها به چگونه اونا میتونن بازپرداخت بکنن، چگونه میتونن برای خودشون خانه و کاشانه رو افتخار بکنن و دیگر تحصیلات عالی پشتوانه‌ای نمیتونه باشه برای پیشرفت در جامعه بشری. از یک طرف ما نخبگان اداری و دیوان سالاری داریم و سر دیگه توده هایی که بی سواد بودن و امروز بدون هیچ گونه تبعیض نژادی تونستن به درجات عالی از تحصیلات عالی در دانشگاه برسن و به عنوان نیروی کار و نیروی انسانی وقتی که این ساختارهای اجتماعی رو ما می‌نگریم از نظر جامعه شناسی سیاسی، یعنی یکایی که اینها دنبال پیشرفت و خدمت به جامعه خودشون هستن. آنچه که امروزه ما در اروپا می‌بینیم نه فقط افتی هست از آمار اروپاییان که کم و کمتر میشه، حتی در سرزمین اسرائیل نیز در جودا و سمریا ما این رو یافت میکنیم که اگر 10 سال پیش با به 10 سال پیش بریم، 2003 بریم یا 2013 بریم، یک زن عرب که ممکن بود 5 تا 8 تا بچه داشته باشه داره کمتر و کمتر 2 یا 3 بچه بیشتر دیگه نداره، برای اینکه دنبال رفاه، آسایش و تحصیلات عالی و کار در خارج از خانه هستن. ولی برعکس ملت یهود بیش از 3 یا 4 فرزند را دارند، یعنی که ما در 10 سال آینده شاهد آن خواهیم بود که از 7 میلیونی که امروزه ما هستیم در اسرائیل که میشه گفت 20% اون غیر یهودیان هستند و شرقیون در از حدود 65% اون رو تشکیل میدن و 9 تا 10% اون روس ها هستند که در سالهای 70 و 90 به اسرائیل اومدن، ما میبینیم یک رشد طبیعی و تولید آمار بالایی رو از خود برخوردار هست، برای اینکه آینده رو یهودیان در اسرائیل مینگرند، مخصوصا با آنچه که ما در حال حاضر از روی یهودی ستیزی در اروپا یافت میکنیم و در آمریکا یافت میکنیم و 800 کلیسا که به هر حال در اون آمدند تعرض کردند در اروپا، من جمله اونها چندین کنیسه یهودی، ما رو برای میسازه که تا چه اندازه آن چه که رو داریم ما میتونیم از آن دیگران داشته باشیم و این در این تمرکز قدرت و ثروت و اولیگارشی و نخبگان اداری که اونو دارن حاکمیت میکنن تا چند اندازه ما میتونیم دیگران رو در باره دیگران بیاندیشیم و تا چند اندازه میتونیم جایی برای اونها باز بکنیم که جامعه نوینی داشته باشیم که در کنار همدیگه. آنچه که ما در اروپا امروز یافت میکنیم در اصل یک خودکشی بیش نیست، وقتی که درهای خود رو باز کردن و مهاجرین آنطور که دلشون بخواد میان عمل میکنند، وارد مملکت میشن و از طرف دیگه نیروی کار اروپا لازم داره، ولی از طرف دیگه ما میبینیم راستگرایان روی کار میان و آنچه که تا دیرو اینترنشنال خونده میشد و آنچه که به هر حال مالتی کالچریسم خونده میشه و کثرت‌گرایی جای خودش رو داره به پوپولیسم میده، جای خودش رو داره به ملیگرایی و به راستگرایی داره میده. و آنچه که مربوط به روی کار آمدن راستگرایان هست،
اون رو باید در نظر داشته باشین تا چند اندازه همه که ندای ایرانگرایی رو میزنند تا چند اندازه جدا آنگونه ملیگرا هستند که برای خواب، خاک و میهن خودشون عمل میکنند. به امید روزی که در از در دست همدیگه در میدان آزادی و شهیاد بتونیم در کنار یکدیگر بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و عقیدتی برای میهن خودمون کارا باشیم و از خشت جان خود بتونیم ایران دیگر رو بسازیم. به امید اون روز، پاینده ایران.